لورکا و فاشیسم. روز 19 اوت 1936، چند هفته پس از کودتایی که در ژوئیه همان سال از مراکش مستعمره افریقایی اسپانیا به وسیله ژنرال فرانکو علیه جمهوری نوبنیاد این کشور آغاز شده بود، فدریکو گارسیا لورکا در برابر جوخه اعدام قرار گرفت و تیرباران شد. مرگ لورکا که شاعری کم نظیر، روشنفکری کامل و هنرمندی تمام عیار بود و با آثار خیش وجدان بیدار اسپانیای مدرن و ضد فاشیست را تا پس از سقوط فرانکیسم در سال 1976 نمایندگی می کرد، از آن زمان تا کنون همچون نمادی رمزآمیز از جنگ داخلی اسپانیا باقی مانده است. کینه‌ای که گروه‌های فاشیستی از لورکا به دل داشتند به سال‌ها پیش از آن باز می‌گشت. هرچند وی در زندگی خود هرگز وارد حزب و گروهی سیاسی نشده بود، در آثارش جهت‌گیری‌های کاملاً دقیق داشت، به گونه‌ای که جای هیچ شک و تردیدی در جانبداری او از بخش محروم جامعه در برابر ثروتمندان و کلیسای کاتولیک حامی آنها باقی نمی‌گذاشت. در این آثار که مرگ و سرنوشت محتوم انسانها با مجموعی زیبا از باورها و اسطوره‌های اسپانیای کهن و اقوام ناپایدار آن در هم گره خورده بودند، لورکا در حقیقت بیش از هر چیز بازتابی از زادگاه خود گرانادا را جلوه‌گر می‌سازد. گرانادا در قلب اندلس، چهارراه بزرگ فرهنگ‌های چندگونه و سرشار اسپانیایی بود. آنجا که پدیده‌های قدرتمند از تمدن اسلامی با عناصر درخشان فرهنگ یهود و مسیحیت اسپانیایی به یکدیگر پیوند خورده بودند. منطقه‌ای که با وجود بیرون رانده شدن اسلام و یهودیت از آن در سال 1492، همچنان آثار مادی و معنوی از این دو فرهنگ غنی را در خود حمل می کرد و منطقه‌ای که تنگ دستی و محرومیت بخش بزرگی از ساکنانش روستاییان فقیر، لورکا را همواره به نفرت از تفسیر هنر برای هنر و گریز هنرمند و روشنفکر از تعهد اجتماعی به طور کامل وام داشت. تصویری که لورکا از این فقر زدگان و در کنار آنها از قدرتمندان دولت و کلیسا در آثارش عرضه می کرد، جای هیچ شبهی را برای فرانکیست ها باقی نمی گذاشت که با یکی از نمایندگان کمونیسم نوپای اروپایی روبرو هستند. به ویژه آنکه لورکا در سالهای آخر عمر خویش عبایی نداشت که به مارکس و لنین، بدون آنکه واقعا آثارشان را خوانده باشد، به مثابه قهرمانان فقرا استناد کند. پس از انتخابات شهرداری‌ها در آوریل 1931 و پیروزی جمهوری خواهان که پاسخی مردمی به دیکتاتوری دراز مدت ژنرال پریمو دریورا که از 1923 و با یک کودتای نظامی بر سر کار آمده بود و حامی او پادشاه آلفونسو 13 هم بود و سبب شد که سلطنت فرو پاشیده و آلفونسو از قدرت کنار برود، جمهوری دوم اسپانیا در دسامبر 1931 اعلام شد. این جمهوری جلوه‌ای بود از مدرنیته اروپایی که در یکی از عقب مانده ترین مناطق این قاره پا به عرصه وجود می گذاشت. در این زمان لورکا در کنار بسیاری از روشنفکران هم نسل خود که شاخصترین آنها کسانی چون لوئیس بونوئل فیلمساز، سالوادور دالی نقاش و رافائل آلبرتی شاعر بودند، به خوبی می دانست که عنصر اصلی و اساسی این عقب ماندگی در محدودیت فرهنگ در چارچوب تنگ محافل نخبگان و روشنفکران بود.
در حالی که کلیسا با قدرت تمام بر ذهنیت اسپانیای کهن حکم می‌راند. از این رو لورکا جزء حامیان اقدامات جدید جمهوری از جمله گسترش فرهنگ در سطح عمومی بود و با براه انداختن یک گروه تئاتر به نام باراکا نقشی بزرگ را در این راه بر عهده گرفت. سفر لورکا به آمریکا در 1930 که با موفقیت‌های بسیار همراه بود و به ویژه شهرت و موفقیت عظیم اثر معروف او عروسی خون در آرژانتین که موقعیت مالی خوبی را نیز برای او به همراه آورد، به لورکا امکان داد که پروژه اساسی تر خیش، یعنی اجرای نمایش با گروه خود را در سراسر اسپانیا تا دور افتاده ترین روستاهای این کشور به اجرا درآورد و از این راه بتواند رابطه مستقیم و عمیق با مخاطبان مردمی برقرار کند. سالهای پس از این زمان، سالهای آماده سازی کودتا و واکنش اسپانیای مرتجع بود. خوزه آنتونیو پریمو دی ریورا، پسر دیکتاتور سابق، با تشکیل حزب فاشیستی فالانج از مهرهای اصلی این حرکت بود که ریشه های خود را در باورهای متعصبانه پیروان کلیسای اسپانیا و نظامیان می‌جست. در میان جبهه مردمی، ائتلافی از احزاب و گروه‌های جمهوری‌خواه، چپ و آنارشیست‌های سندیکایی، پس از شکست موقتی که در انتخابات سال 1933 متحمل شدند، در پی شورش مردمی اکتبر 1934 که بی‌رحمانه سرکوب شد، توانستند در انتخابات فوریه 1936 به پیروزی برسند. از این لحظه همه چیز در اسپانیا شتاب گرفت. چند ماه پس از این پیروزی، در ماه‌های تابستان، در حالی که همه در انتظار واکنشی از سوی راست بودند، لورکا به ملک خانوادگی خود در هوئرتا بازگشت. البته این بازگشت را به هیچ عنوان نباید به معنای عملی ماجراجویانه تلقی کرد، چون در آن زمان هیچ کس نمی توانست تصور کند که فرانکیست ها چنین خشونتی را در مورد روشنفکران غیر سیاسی به کار بگیرند. به هر رو، تنها چند روز پس از ورود لورکا به ملک خانوادگی، کودتا در مراکش آغاز شد و کودتاچیان توانستند به سرعت منطقه گرانادا را اشغال کنند. در فاصله ماه‌های ژوئیه و اوت 1936 بیش از 5000 نفر در این منطقه اعدام شدند. لورکا که از حمایت دوستانی در حزب فالانج نیز برخوردار بود، تصور می‌کرد که بتواند جان سالم از این مهلکه بیرون ببرد. اما نفرت فرانکیست‌ها از شاعر خارج از تصور بود. به همین جهت نیز با تجسس زیاد او را یافتند و به جوخه اعدام سپردند. جنگ داخلی اسپانیا که با این کودتا آغاز شد، بیش از 500,000 نفر کشته بر جای گذاشت و بین 250 تا 500,000 نفر را نیز وادار به فرار از کشور و پناه بردن به سایر کشورها کرد. در تاریخ آغاز مدرنیته هنری و اجتماعی در اسپانیا، مرگ لورکا نمادی گویا بود، همون گونه که جنگ داخلی اسپانیا نیز پیش مقدمه‌ای بر تخریب گسترده و عمومی جنگ جهانی دوم در اروپا بود. آنچه در پایان دهه 30 بر سر اسپانیای مدرن و روشنفکرانش آمد، همون بلایی بود که چند سال بعد روشنفکران اروپایی را هدف گرفت و آنها را وادار به گریز گسترده به امریکا کرد. با این همه، عمق فاجعه اسپانیا در آن بود که فاشیسم توانست با اتکا بر فقر فرهنگی وسیع و استیلای قدرتمند کلیسای کاتولیک پس از جنگ جهانی دوم و با وجود سقوط فاشیسم در سایر کشورها به حیات خود ادامه دهد. و این عمر دراز فرانکیسم در اسپانیا عمری بود که اسپانیای مدرن از دست می داد.
پس از مرگ فرانکو و با سقوط و فروپاشی قطعی دیکتاتوری و اسپانیای کهنه و مرتجع، میراث لورکا با تمامی قدرت و توان و شکوفایش به اسپانیا بازگشت تا گرانادای او و فرهنگ بربار و غنی اسپانیا بتواند بار دیگر با کنار زدن انحصار طلبی ها و تنگ نظری ها در یکی از مهمترین تقاطع‌های فرهنگی تمدن انسانی به حیات خود ادامه دهد.